سلام دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. من در آموزش‌های گذشته روش‌های کسب درآمد از اینترنت رو به شما یاد دادم که خب میتونید برید اینجا و ویدیوها رو میتونید به صورت کامل ببینید. روش‌های کسب درآمد از وبسایت‌های ایرانی، روش‌های کسب درآمد از سایت‌هایی که خارج از ایران هستن، کسب درآمد ریالی یا کسب درآمد دلاری جز مواردی بوده که من توی آموزش‌ها به شما یاد دادم. امروز میخوام برای شما 4 وبسایت فوق‌العاده خوب رو معرفی بکنم که یه دنیای شیرینی از کتاب‌ها رو در اختیار شما قرار میده. مطمئنا اگه شما هم از اون دسته از افراد کتابخون و همیشه به دنبال مطالعه باشید، اگر جز این دسته باشید حتما دنبال یه کتاب‌های الکترونیکی جدید هم می‌گردید. گزینه‌های آنلاین موجود شاید خب خیلی محدود باشن، اما اگه شما راه درست رو پیدا کنید میتونید کتاب‌های الکترونیکی رایگان و خیلی زیادی برای مطالعه آنلاین یا دانلود یا ترجمه کردن حتی به راحتی در دسترستون قرار بگیره. من 4 وبسایتی که امروز میخوام به شما معرفی بکنم، بعضی از کتاب‌ها رو با سبک کلاسیک از شناخته ترین نویسنده‌ها تو سطح دنیا میاد به شما معرفی میکنه. به علاوه شما میتونید به سبک‌های دیگر در کنار سبک کلاسیک مثل طنز، هیجان انگیز، علمی، تخیلی یا عاشقانه دسترسی داشته باشید و به همه اینها بتونید دانلودشون بکنید یا مطالعهشون بکنید. بنابراین روی صندلی که هستید بشینید، لپتاپتون رو بردارید، آماده بشید تا خودتون یه داستان فوق‌العاده خوب رو ببینید و داخل اون داستان غوطه‌ور بشید. امروز آموزش ما در مورد معرفی این 4 وبسایته. و اما وبسایت اول، وبسایت پلنت ای بوک هست که این وبسایت همینطور که از تایتلش مشخصه فری بوکس به شما ارائه میده. یه سایت جذابه که ادبیات کلاسیک رو میاد به صورت رایگان به خواننده‌هاش ارائه میده. بعضی از کتاب‌ها حقوق کپی رایت رو رعایت کردن و به صورت کاملا قانونی ارائه میشن، اما برای اطمینان بیشتر و بررسی محدودیت یک کتاب خاص میتونید روی پیوند اطلاعیه کپی رایت توی صفحه جزئیات کتابی که دارید دانلود میکنید حتما کلیک بکنید و اینها رو ببینید. اینجا حتی بر اساس حروف ابتدا هم میتونید این کتاب‌ها رو به صورت فایل پی دی اف دانلود بکنید و اینها رو مطالعه بکنید. خب من یه مورد در مورد این وبسایت بگم. در حال حاضر سایت پلنت ای بوک بیشتر از تقریبا 100 تا کتاب رو میاد به خواننده‌هاش ارائه میده که همه اونها با دقت واقعا انتخاب شدن و شما خودتون میتونید، درسته که تو خیلی از سایت ها 1000 تا کتاب ممکنه دسترسی داشته باشید، اما تو اینجا این از این اتفاقات نمیفته. بعد شما میتونید مطمئن باشین که نوشته های موجود توی این وبسایت با کیفیت بسیار عالی داره به شما ارائه میشه. ببینید این یکی از کتبی هست که خب شما میتونید اون رو اینجا دانلودش بکنید و یا میتونید اینجا در مورد بحث کپی رایتش هم اینطور که دارید میبینید مطالعه بکنید. نویسنده رو هم کاملا مشخص کرده و جزئیاتی از این کتاب به صورت کامل در اختیار شما قرار میگیره. خب این وبسایت مورد استقبال خیلی از سطح دنیا، شاید همچین میتونید خیلی از موارد رو شما توی این وبسایت به راحتی پیدا بکنید، مخصوصا اینکه کتاب‌هایی که در اختیارتون توی این وبسایت قرار گرفته یه کتاب‌هایی که شاید پیدا کردنش تو بسیاری از وبسایت‌ها با هزینه همراه باشه. شما میتونید کتاب‌های موجود تو سایت رو به عنوان یه فایل پی دی اف دانلود بکنید و هر زمانی که مایل بودید اونا رو مطالعه بکنید. فراموش نکنید که ممکنه باز هم تنوع انتخاب توی این وبسایت بسیار زیاد باشه. با این حال اگه شما میخواید با یه راه سریع و آسون تو کوتاه‌ترین زمان به بهترین کتاب‌ها با یه سبک کلاسیک دسترسی داشته باشید، میتونید از این وبسایت استفاده بکنید. من آدرس این وبسایت رو حتما در انتهای ویدیو قرار میدم. ببخشید توضیحاتم طولانی شد، دیگه من چی اینو بهتون بگم؟ خب اوکی، این از این، من آدرس اینو براتون حتما میذارم در انتهای ویدیو ببینید. و اما وبسایت دوم، وبسایت مانی بوک هست. شما از طریق این وبسایت میتونید 100% به کتاب‌های رایگان دسترسی پیدا بکنید. وبسایت مانی بوک مثل دقیقا همون سایت پلنت ای بوک کار میکنه، آثار ادبی کلاسیک رو خیلی رایگان به صورت رایگان میاد به خواننده‌هاش ارائه میده. اما همونطور که از وبسایت پلنت ای بوک شما آثار ادبی کلاسیک رو با یه آرایه‌هایی که به دقت انتخاب شدن به خواننده‌ها خودشون ارائه می‌کردن دیدید، در مقابل همین وبسایت یعنی سایت moneybook.net همینطور که از اسمش پیداست تمام آثارشون رو به صورت
تصادفی به کاربران خودش ارائه میده و شما میتونید اینجا تایتل یا نویسنده یا هست کلمه‌ای که مد نظرتون هست رو بزنید و بر اساس دسته‌بندی‌های مختلف هم میتونید اینجا کتب رو پیدا بکنید. زمانی که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم و به شما میگم تقریبا بالغ بر 39,000 جلد کتاب رایگان آماده دانلود توی این وبسایت که از اکثر اونها نسخه‌هایی برای کاربران مثل اونایی که دوستانی که تبلت های مخصوص کتاب پی دی اف دارن، آیپد یا ایبوک ریدر را دارن، میتونم به راحتی از این کتاب ها استفاده بکنم و در دسترس خیلی از این کتاب ها براشون در دسترسشون قرار گرفته. به علاوه شما میتونید به صورت آنلاین کتاب مورد علاقتون بیاد اینجا مطالعه بکنید و حتی اون رو به عنوان یه فایل پی دی اف دانلود کنید که هر زمانی که دوست داشتید اون رو مطالعه بکنید. در کنار این شما میتونید یه کتاب رو به راحتی سرچ بکنید بر اساس ژانر نویسنده‌اش، به عنوان عنوان، رده یا حتی زبان به راحتی امکان پذیره که شما بتونید اونها رو سرچ بکنید. شما میتونید به انتخاب‌های محبوب، توصیه‌های سایت یا نویسنده‌های برجسته نگاه بکنید و از اونها هم کمک بگیرید. خب به علاوه توی بخشی از این وبسایت یه محدوده کتاب فروشی برای کاربرا در نظر گرفته شده که شماتون میتونید کتابایی که توسط بقیه جمع‌آوری شدن رو نگاه بکنید. خب این خودش یه راه عالی برای مشاهده سایر خواننده‌های وبسایت مانی بوک، کافیه اینجا شما تمام این موارد رو مشاهده میکنید، ببینید و از طریق این وارد بخش عمده ای از کتاب‌هایی بشید که خوانندگان بسیاری در سرتاسر دنیا به خودش اختصاص داده. دیگه من بهتون بگم راجع به این وبسایت که ببینید این مثلا عربیه و خب کتاب بدی نیست، میگم کتاب بدی نیست، وبسایت فوق العاده خوب و موفقیه که میتونید برای دانلود و استفاده از کتاب ها بیاید از این وبسایت حتما استفاده بکنید. تقریبا میشه گفت به عنوان یک کتابخانه عمومی واقعا میشه به این وبسایت نگاه کرد، چون این تعداد زیاد کتاب رو واقعا نمیشه آدم مثلا بیخیال از کنارش بگذره. دیگه اجازه بدید من یه نکته ببینم اینجا چیزی هست. خب ببینید اینجا میتونید راحت این رو دانلود بکنید و کتاب رو مطالعه بکنید. تعداد صفحات این کتاب رو نوشته و تعداد دانلود این کتاب رو هم ببینید. از استقبالی که استقبالی که مواجه شد 47,000 بار این کتاب مطالعه شده و دیگه من بهتون بگم که یه اجازه بدید ببینیم اینجا. حالا این از این وبسایت، من لینک این وبسایت رو حتما براتون میذارم که بتونید کتاب های خیلی قشنگی که اینجا منتشر میکنن رو ببینید و از طریق اون به دنیای جدیدی از کتب در سراسر دنیا به صورت یک جا متمرکز شده دسترسی پیدا بکنید. اما میریم سراغ وبسایت سوم. ببینید من بازم بهتون میگم این moneybooks.net رو من حتما لینکش رو در انتهای ویدیو خواهم گذاشت. اما این وبسایت کلاسیک ریدر، این وبسایت در جایی تقریبا بین وبسایت مانی بوک و وبسایت پلنت بی بوک قرار داره. وبسایت کلاسیک ریدر انتخاب‌های زیاد رو در اختیار کاربراش میذاره و یعنی شما از کتاب‌های داستانی و غیر داستانی گرفته تا درام و حتی گزینه‌های برای خواننده‌های جوان، شما میتونید بخش‌های مربوط به شعر و داستان‌های مختلف رو هم اینجا حتی بیاید مثلا مشاهده بکنید. خب بد نیست بهتون بگم که وقتی که شما میاد یک کتابی رو اینجا انتخاب میکنید میتونید اون رو به صورت آنلاین مطالعهش بکنید یا از جایی که سایت واقعا ظاهر پایه‌ای کتاب ها رو به شما میاد نشون میده، شما میتونید تجربه خیلی خوبی رو از این مطالعه آنلاین داشته باشید. وقتی که این اتفاق میفته خب لذت مطالعه، لذت خوندن اون کتاب برای همه میتونه شیرین باشه. دیگه بهتون بگم راجع به این وبسایت، بذارید ببینیم دیگه چه مواردی ممکنه اینجا مثلا باشه که بخوام به شما نشون بدم. ببینید کتاب اینجا به صورت کاملا معمولی داره نشون میده، حتی شما میتونید اینها رو برداری کپی کنی. یه عده از دوستان هستن تو ایران به زبان مسلطن. خب ببینید اگر دنبال کسب و کار باشید میتونید بیاید این کتاب ها رو ترجمه بکنید و از محل چاپ و انتشار اینها توی بازار میتونید کسب درآمد داشته باشید. من تا ببینید نویسندگی تنها این نیست که شما این کتاب رو کپی پیست بکنید، ترجمهش بکنید، یه مدت زمان بذارید. در هر صورت
باید زحمت بکشید بگردید اون ادبیاتی که نزدیک به تفکر شماست، یا فکر میکنید تفکرات خیلی زیادی هستن به دنبال اون کتاب میگردن، روش وقت بذارید که بعد بتونید ازش خروجی بگیرید و فروش داشته باشید یا بتونید سود بکنید. من آدرس این سایت classicreader.com رو حتما براتون میذارم. اگه شما با آثار یه نویسنده خاص علاقه دارید، میتونید توی این وبسایت تمام کتاب‌های الکترونیکی موجود از اون نویسنده رو واقعا پیداش بکنید و حتی یه بیوگرافی هم ازش مطالعه بکنید. و به طور کلی میخوام بهتون بگم ممکنه که وبسایت مثلا کلاسیک ریدر رو شما زمانی که ببینید بگید خب این طرح و قیافه خیلی ساده‌ای داره، اما شاید فکر کنید این زیباترین انتخاب نباشه توی بحث کتاب و کتاب خوندن، اما قطعا ارزش وقت گذاشتن رو داره، چون کتاب‌هایی رو داره به شما نمایش میده که این کتاب‌ها توی بازار خوانندگان خیلی زیادی رو به خودش اختصاص داده. آدرس این وبسایت من در ادامه حتما براتون میذارم، اینم که ببینید دسته‌بندی‌هاشم که اینجوری بود دیگه، شما حتما میتونید ببینید یا میتونید اینجا به عنوان یه نویسنده ثبت نام بکنید یا حتی عضو بشید و از کتب موجود توی این وبسایت به راحتی استفاده کنید. میریم وبسایت آخرمون. خب وبسایت پروژه گوتنبرگ، که این وبسایت تقریبا 59,000 جلد کتاب الکترونیکی رایگان به خودش در خودش قرار داده، مطمئنن گزینه خوبی برای مطالعه به شما ارائه میشه. شما میتونید به عنوان یه بازدید کننده به یه عنوان خاصی رو اینجا سرچ بکنید و اون گزینه رو مثلا پیدا بکنید، به دنبال کتابایی که تازه اضافه شدن میگردید، یا میتونید تعداد زیادی از کتاب ها رو بیاید اینجا پیدا بکنید، یا کتاب هایی که مثلا به این سایت تازه اضافه شدن هم ارزش خوندن داره و این کتاب ها به قول بنده خدا هنوز پاشون به ایران باز نشده. عده از دوستانی که ترجمه میکنن حالا چه در ایران چه در افغانستان به زبان مسلط میتونن از این وبسایت ها به عنوان وبسایت های پایه‌ای استفاده بکنن و کتاب ها رو ترجمه بکنن. دیگه اگه میخواید به دلیلی مثلا شما ممکنه بگید مثلا سرعت اینترنت هم پایینه میخوام کتاب رو آفلاین مطالعه بکنم، شما میتونید از این وبسایت یه استفاده به این شکل ببرید، یعنی کتاب رو به صورت آفلاین مطالعه بکنید. چندین دلیل وجود داره که شما وبسایت گوتنبرگ رو از بقیه سایت‌های رایگان کتاب الکترونیکی بخواد متمایز بدونید. اول اینکه شما میتونید به صورت آنلاین و با ابزارهای مختلفی که در سیستم‌های ایبوک وجود داره مثل تبلت‌های کیندل یا سایر موارد میتونید کتاب‌های مورد علاقه‌تون رو مطالعه بکنید، یا حتی اونها رو بذارید بعداً مثلا دانلود بکنید. شما میتونید کتاب‌ها رو فقط با یک کلیک به گوگلتون ببرید، گوگل درایوتون یا دراپ باکسش کنید یا سایر مواردی که مد نظرتونه. شما میتونید نسخه موبایلی سایت رو باز بکنید یا از طریق این QRی که اینجا دارید میبینید میتونید تو صفحه اصلی به راحتی به اطلاعات دسترسی داشته باشید. پس هر زمان و هر مکانی از طریق تلفن همراهتون برای اینکه بتونید این سایت استفاده کنید براتون این قابلیت وجود داره. و دیگه اینکه شما خب میتونید خیلی رایگان و به صورت مجانی عضو انجمن رایگان بشید و دست کتاب‌های الکترونیکی که در حال خواندن آنلاینش هستند بیاید اونا رو نشانه گذاری بکنید و این کار برای دسترسی خیلی سریعتر به آخرین قسمتی که اون رو مطالعه کردید واقعا مهمه و جالب. خب توی این وبسایت شما حتی میتونید بر اساس زبان‌های دیگری هم اینجا سرچ بکنید، یا این وبسایت هم مثل سایر پروژه‌های رایگانی که داره اجرا میشه خب شما میتونید بهشون کمک بکنید از طریق پیپل یا سایر سیستم‌هایی که اینا پرداخت آنلاینشو فراهم کردن. و دیگه بهتون بگم که خب ارزششو داره واقعا، اگر بخواید حرکتی بزنید، بخواید اصلا مطالعه بکنید و به سطح زبانتون کمک بکنید برای اینکه بتونید بیشتر فراگیر بکنید، میتونید از این وبسایت استفاده بکنید. ببینید اینجا هم میتونید اینها رو به اشتراک بذارید تو دراپ باکس یا گوگلتون یا هر جای دیگه. اینم که QR کده که شما میتونید از طریق موبایلتون اینو اسکن بکنید یا مستقیم وارد این صفحه بشید و کتاب رو مطالعه بکنید. ببینید اینجا گفته که کتاب با چه پسوندهای قابل مشاهده است. من الان کتاب رو بر اساس نقطه HTML گفتم باز بشه و کتاب رو الان من دارم میبینمش. شما هم به همین شکل میتونید کتاب رو باز کنید، تصاویرشون رو میبینید اینجا، توضیحات کتاب رو میبینید، نوشته های کتاب و به همیشه تا انتهای صفحه که بریم کتاب همچنان هست و خواهد بود.
یا اگر خواستید فقط عکس ببینید، ببینید نوشته فقط عکس، یا اگر خواستید در تبلت های مخصوص ایبوک مطالعه بکنید اینجا میتونید استفاده بکنید، یا آیپد یا سایر موارد. حجم خیلی کمی هم داره، یعنی 79 کیلو، 24 مگابایت، 64 کیلو بایت، اینا رو میتونید به اشتراک بذارید در سایر شبکه‌های کاربردیتون و بعد ها میتونید از اونها استفاده بکنید. خب آموزش امروز بهتون دادم 4 تا وبسایت فوق‌العاده ارزشمندن اینها، که من اینها رو براتون حتما لینکش رو میذارم در انتهای ویدیو، حتما برید اگر خواستید توی سایت ها ثبت نام بکنید، به خاطر اینکه بعداً به اون مواردی مطالعه کردید به راحتی دسترسی داشته باشید، و بعد اینکه بتونید به راحتی کتاب‌های مختلفی رو مطالعه بکنید و هر کتابی هم که خواستید بتونید به راحتی اونها رو دانلود بکنید و ازشون استفاده کنید. ازتون ممنونم که وقت گذاشتید امروز هم در این 16 دقیقه در کانال محمود بیز در یوتیوب این ویدیو رو پیگیری کردید. لطفاً کانال رو حتما سابسکرایب کنید، ویدیو رو بعد از اینکه دیدید لایکش کنید، و برای دوستان کتابخونتون حتما این که ویدیو رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید. براتون آرزوی شب و روز خوبی دارم. موفق و پیروز باشید. خدایا رو نگهدارتون.